سلام رفقا، چطورید؟ به این ویدیو جدید خوش اومدید. من سمتون هستم و امروز با یه ویدیو خیلی 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 خفن اومدیم پیشتون و قراره با رونالدو مربیگری کنیم و اینکه باهاش یه کریر بازی کنیم و عشق کنیم. پس حتما حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. بچه نظرات شما فوق العاده مهمه و بهم کمک میکنه که تو این کریر چیکار کنم. اگه بازیکن خوب میشناسید حتما تو کامنت ها بهم بگید و کلا نظراتتون رو در مورد تیمی که قراره انتخاب کنم و کارهایی که قراره کلا تو پارتای بعدی این کریر انجام بدیم و بهم بگید و اینکه حتما من کامنتاتون رو میخونم. بریم الان چیزو پیدا کنیم، یوونتوس رو پیدا کنم و بریم با رونالدو مربیگری رو شروع کنیم. آموزش اینکه چجوری با بازیکنام مربیگری کنیم و لینکش رو این بالا میذارم، برید ببینید. قبلا آموزش رو دادم و اینکه لذتشو ببرید دیگه. خب بچه‌ها، الان با رونالدو از فوتبال خدافظی کردیم و اینکه از چند تا باشگاه پیشنهاد بریم، پیشنهادها رو بررسی کنیم که ببینیم میصرفه به کدوم باشگاه بریم و اینکه ببینیم چه جوری هست دیگه. به نظرم با رونالدو از همین الان بریم لیگ جزیره نتیجه خاصی نمیگیریم و اینکه به نظرم بریم یه نیم فصل با تیمای لالیگایی کار کنیم، تو ایتالیا هم نمونیم. ایتالیا هم یه مقدار شرایط سخته، تو لالیگا به نظرم بهتر نتیجه میگیریم. لیگ دست دو هم فکر نکنم دیگه جای خیلی مناسبی واسه رونالدو باشه. بریم مربی همین تیمای چیز بشیم، بین گرانادا و اینا، ببینیم کدوم بودجه بالاتره. گرانادا. اوساسونا رو خودم بیشتر دوست دارم. بریم آقا، بریم مربی اوساسونا بشیم. بریم واسه اوساسونا. قرارداد رونالدو و اوساسونا امضا شد، 80,000 دلار در هفته رونالدو قرار حقوق بگیره. بچا قبل از اینکه بریم کلا ببینیم جریان چه جوریاست، یه دقیقه الان بریم. آهان، هنوز نیومده واسه بازیکنمون پیشنهاد اومد. حالا میام اینو بررسی میکنیم. بریم ببینیم سیسه رونالدو رو یه ذره عوض کنیم به عنوان مربی. بریم ادیت منیجر. اوه چه کت شلواری لعنتی پشمام ریخ. خب اینجوری دوست ندارم، یه ذره تیپ رسمی تر نظرم خیلی بهتره. مشکی، آره مشکی بالتره به نظرم. یه کچلوار خوشگلم بندازیم واسهش. من سلیقم فکر نکنم خیلی خوب باشه الانم. آقا بذار بریم سفیدش کنیم. بریم الان اینو سفید کنیم، به نظرم سفید بیشتر میاد. بریم سفیدش کنیم. و اینکه شلوارش هم خوبه، به نظرم زیاد رو شلوارش مانور ندیم. به نظرتون مانور بدیم؟ آهان، این به این کتش هم میاد. اوه قشنگ شد، خدایی زیبا شد تیپ رونالدو. همین قرمز خوبه، این قرمز دوندونی هم. همین قرمز خوبه بچه. من اینکه جورابش هم مهم نیه، هرچی پوشید پوشید دیگه، جورابش به ما ربطی نداره. کفشش هم همون کفش مشکی بپوشه به نظرم بهتره دیگه، این چیزا زوم نکنیم. بچه ها بریم دیگه، خدایی قشنگ شد، خدایی خوب شد تیپ رونالدو واسه به عنوان مربی. من که بچه الان مربی اوساسونم، کلا هدفم این نیست تو اوساسونا مربیگری کنم. یعنی این فصل اینجا مربیگری میکنیم، بعد میریم پیشنهادهای دیگر هم بررسی میکنیم که اینجا بریم. واقعا اینجا شرایط سخته، بریم باشگاهی که 50 60 میلیون بودجه داشته باشه، 4 تا بازیکن خوبم بشه باشه. این بدبختا رو نگاه کنین، اصلا ترکیبشون معلوم نیست چی به چیه و اینکه بریم ترکیب واسهشون بشینیم همینجوری دیگه. این دفاع موفرفریه بهتره نسبت به این و اینکه رونکاگلیا باشه دفاع وسطمون. اینکه این یکی دفاع هم خوبه، ویدال هم به عنوان دفاع راست میذارم. دفاع راست بذار بریم پایین ببینیم کسی رو داریم یا نه. خیر کسی نیست دیگه دفاع راست، فقط همین بیچاره است. چند سالشه ویدال؟ 24 سالشه. بمون تو. ایشون آقای تورسه. ببین هدفم اینه الان برم از 4 تا باشگاه بزرگ بازیکنای جوونشون رو قرضی بیارم اینجا بازی کنن، چون با این پولی که و با این بودجه که این باشگاه داره فکر نکنم بتونیم خیلی
کار خفنی انجام بدیم. اوه آویلا، آویلا سلطانه، نمیدونم چرا الان نیست. شما بیا بیرون آویلا بیاد، لوپز آویلا نوکو تشکیل میدن خفن. حالا ترکیبش فعلا خوبه، اونقدرم ترکیب خرابی نداریم و فکر کنم بتونیم برد بیاریم. فرمیشنش رو عوض کنیم بچه ها، به نظرم همین دو مهاجمه بازی کنیم. فرمیشن 4-2-2-2 رو خیلی دوستش دارم و اینکه امکان داره که اینجا پیادش کنم. اوه این گارسیا هم خیلی سیسش باله، اینم دوست دارم. خوب شد اومدم اوساسونا، کلا با سیس بازیکن‌های اوساسونا حال میکنم. و اینکه چون نه ببین گنگشون بالاست، مثلا آویلا سیسش خیلی باله یا مثلا گارسیا باحاله. و اینکه 4-2-2-2 بازی میکنیم و اینکه تاکتیکمون چی باشه. این تاکتیکش دراپ بگ کلا بنده خدا، چون کلا رو ضد حمله بازی میکنه اوساسونا و به نظرم همینم هم باشیم، چون خیلی بازیکن خفنی نداریم. چون اگه ضد حمله بخوریم امکان اینکه گل بخوریم زیاده، چون نگاه کنید دفاعمون هم زیاد دفاع خفن و قوی نیستن. باشه بریم واسه اینکه ببینیم بازیکن قرضی میتونیم گیر بیاریم بگیریم، چون بودجمون هم اونقدر بودجه بالایی نیست. میدونی چی میگم؟ 22 سالشه. آدم های درست حسابی رو پیدا نکنیم، چون چلسی بازیکن جوان زیاد داره. این بیکره رو ببینیم چجوری سیسش، شاید قرضی بدنش خدایی، ببینیم قرضی میدن یا نه. و اینکه گیلمور هم امکان داره البته گیلمور اوبرارش پایینه، ولش کن. این جیمزر هم میتونم بگیرم فکر کنم. لفتوس چیکم بد نیه، ببینیم شاید دادم بهمون. کورت زومار هم یه نگاه میکنیم، این هم یه نگاه میکنیم. خوبه بچه، هر چلسی فکر کنم بتونیم حداقل دو تا بازیکن قرضی بگیریم. بریم سراغ یونایتد هم یه نگاه بندازیم. چانگو نمیخوام، نمال نمی کنم. مکتومینای خوبه به نظرم و اینم خوبه. همینایی که الان دیدیم به نظرم گزینه‌های خوبن. کلن 5 میلیون دلار بودجمونه و اینکه دوست دارم این فصلی که اینجامو خوب نتیجه بگیرم واسه شون و بعدش که قراره کلن از اوساسونا بریم. این اولش هم که اومدیم یه چیزی بود واسه همون، یه پیشنهادی واسه پلیرمون اومده بود اگه اشتباه نکنم. آره بچه ها پیشنهاد اومده، 5 میلیون از پادرنبورن پیشنهاد دادن به ایشون. قبول نکنیم به نظرم، بازیکن جوونی قبول نکردیم. بریم سراغ این جیمز رو ببینیم میدن به اون قرضی. قرضی نمیدن جیمز، بیکر رو میدن قرضی. بله بریم سراغ بیکر آقای نانوا ببینیم. اوه سیسو رونالدو رو نگاه، پشمام کاش نمیزدم بره. شما اینو 2 سال میدی به ما آقا، آقای لمپارد، مثل اینکه همه چی داره خوب پیش میره. ببین آقای لمپارد، ما علاوه بودجه‌مون زیاد بالا نی، شما 30 هفته دینو میدی یا نه؟ نمی صرفه واسه شون خدای 30 هفته بمونه واشکاشون به صرفه تر. خب شما 45-55 قبول میکنی؟ اوکی دمت گرم، مرسی از سلطان لمپارد. و اینکه بریم ببینیم لفتوس چیکم میدن بهمون. خیر کردوما فکر نکنم، نمیدن ایشونم، نمیدن. کانترکتش چرا مونده؟ چقدر این؟ چرا رفتم بخرمش؟ قطعا هرچی باشه قیمتش بالای 10 میلیونه. بذار علکی 2 میلیون دلار پیشنهاد بدیم شاید قبول کرد. اوکی لمپارد قاطی کرد و بلند شد رفت و قطعا هم باید این اتفاق میافتاد. هیچکی این بازیکنشو 2 میلیون دلار نمیده و امیدوارم این بیاد. اوکی بچه یه دفاع هم گرفتیم، میرم کلا الان باشگاه رو میگردم این بازیکن جووناشون رو پیدا میکنم. بریم ببینیم ایشونو چقدر بهمون میدن. آقا 2 ساله میدی شما، دمت گرم. این الان مثلا سولشره،
مثلا 60-40 داری خیلی دیگه. آقا شما یکی از پولدارترین باشگاهی جهانی، خواهش میکنم 35-65 قبول کن. 50-50 میزنی؟ اوکی 45-55 مثل لمپارد، دمت گرم، قبول کردی. خب بچه فعلا دو تا بازیکن اومدن، این هافک میانی گرفتیم از چلسی و یه دونم دفاع وسط که به نظرم فعلا به صورت قرضی خوبن، دو سال داریمشون دیگه، خوبن. امیدوارم که قبول کنن بیان خودشون، باشگاه‌ها هیچ مشکلی نداشتن. بریم تاتنهام هم یه نگاه بندازیم ببینیم بازیکن جوان داره ما بگیریم ازش یا نه. ایشون هم این خودش قرضی اینجاست با بند خرید، پس کاریش نداریم. لوکاس مورا هم که نه. بچه گزینه ای چه شما نگرفتی تا تنهام، بریم روی باشگاه آرسنال هم که نه، دیدم آرسنال رو فکر کنم. لستر هم یه نگاه بندازیم. بچه ول کنیم، همین دوتا رو میگیریم و فصل رو باشون شروع میکنیم. بودجمون اونقدر بالا نیست که بخوایم زوم کنیم رو نقل و انتقالات و بریم ببینیم چی میشه دیگه. خوب رفقا، متاسفانه بازی با لگانس رکورد نشد، یعنی من زده بودم رکورد ولی نمیدونم چی شد که رکورد نشد، اما اشکال نداره. نتیجه بازی چی شد؟ ما 2-0 لگانس رو بردیم و الان توی جدول ششمیم و اینکه الان با ایبار بازی داریم، بازی دوممونه. اینکه بریم واسه تون هایلایت های بازی ایبار رو میذارم، بریم ببینیم بازی با ایبار چی کار میکنه. خب اینم تصاویر قبل بازی که معمولا تو یه سری از بازی‌های کریری نشون میده و اینکه این اولین بازی بود که داشتیم تو خونه انجام میدادیم و رونالدو قراره که تو این بازی از تیمش جلو هوادارهای پرشمار اوساسونا تیمش رو نشون بده و اینکه خلاصه یه بازی مهم بود این بازی دیگه و میتونه دومین برد اوساسونا باشه توی لیگ و اینکه جایگاهش رو تثبیت کنه تو بالا جدول. اینجا اولین فرصت بازی بود که شروع شد و اینکه اینجا رال گارسیا خیلی خوب بازی سازی کرد و اینکه خودش اومد جلو و یه پاس خیلی خوب داد به آویلا و آویلا توپو کرد تو دروازه و خیلی قشنگم رفت سمت نیمکت مربیا، خیلی خوب رفت سمت رونالدو و رفتن تو بغل رونالدو و شادیشون رو رونالدو تقسیم کرد. و اینکه کلن گل خوبی هم زدیم، حمله خفنی کردیم، از اون جناح خیلی خوب نفوذ کردیم و کلی هم چسبید گلش. آویلا هم کلن یکی از بازیکنهای خفن اوساسونا به حساب میاد دیگه، سرعت بالایی داره در کل. اینجا هم که صحنه بعدی بود که داشتن اونا حمله میکردن و اینکه مریدا توپو گرفت، مریدا کلن بازیکن خوبیه و اینکه یه پاس خفن داد اینجا به آدریان لوپز و آدریان لوپز هم که خیلی خوبه تو بازی با لگانس هم واسمون گل زد، اینجا هم یه گل خفن زد و نتیجه کارو کرد 2-0. اومدیم بریم سمت نیمکت مربی، دیدیم زشته بالاخره بچهای نیمکت نشینم گناه دارن، رفتیم سمت بچهای نیمکت نشین. این سری شادیامون رو نیمکت نشینا تقسیم کردیم و اینم یه بار دیگه گلو ببینیم، خیلی خوب زد تا دفاع نزدیکشون هم سری توپو کردیم تو دروازه و اینکه کارو کردیم 2-0 و اینکه به نظرم هم نتیجه خوبی به حساب میاد. اینم از سیس آدریان لوپز و اینکه دیگه نیمه دوم صحنه خیلی خفنی نداشت بازی و اینکه بیشتر تو وسط زمین بود و بازی هم تموم شد و اینکه بازی دوممون هم 2-0 بردیم. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اگه دوست داشتید پارت بعدی این ویدیو رو هم بسازم و کلن این کریر رو ببریمش جلو حتما واسه هم کامنت بذارید و اینکه به هم بگید و اینکه اگر استقبالا خوب باشه حتما پارت دومش رو میسازم و این سری ویدیوها رو ادامه میدیم. بچه ها حتما ما رو توی اینستاگرام فالو کنید، لینکش توی دیسکریپشن هست و اینکه عضو کانال فوتبالی هم بشید، لینکش رو تو تصویر گذاشتم، توی دیسکریپشن هم لینکش هست، راحت میتونید جوین کانال تلگرامیمون بشید، اونجا کلی عکس و فیلم و چیزهای مختلف در مورد فیفا هست که اخبار فیفا رو اونجا میذاریم واسه تون، پس حتما جوین شید. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، خدا نگهدار.